سلام، این ویدیو در مورد USB Type-C یعنی این و اینکه من متوجه شدم که خیلی ها اطلاعات کافی در مورد توانایی های USB Type-C ندارن و فکر میکنن که مثلا فقط میشه باهاش شارژ کرد یا مثلا دیتا مون از توی موبایل بریزیم توی کامپیوتر یا از اینطور داستان ها، در صورتی که توانایی هاش خیلی بیشتر از این حرف هاست و توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چه کارا میتونید باهاش انجام بدید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون میخوام اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد حتما چنل من رو سابسکرایب بکنید، ویدیوهای باحالی میتونید توش پیدا بکنید، حتما لایک و کامنت فراموش نشه. حالا بریم ببینیم که چه کارهایی میتونیم با USB Type-C انجام بدیم. اول از همه یه توضیح بهتون بدم، Type-C طراحی بیرونیش و طراحی کانکتورش به صورتی که خب شما میدونید میتونید از هر دو سمت در واقع کانکت بکنید و پلاگش بکنید و اینکه خب دیگه اون دردسرای میکرو USB رو نداره که همیشه از یه سمت میتونستید بزنید و اینکه بعضن هم پیش میومد که فشار میدن اون پورتو خراب میکنن. به خاطر همین کلن USB Type-C اینجوری طراحی شد و گفتن که یه جوری توش رو طراحی میکنیم که هم اینوری بشه زد هم اونوری بشه زد. اما یه موضوعی که وجود داره توی این عکسی که الان میاد روی صفحه، اگر ببینید اینجوریه که خب الان این قسمت سمت پایین، این قسمت سمت پایین راست با بالا چپ توی حالت قرینه وجود داره و اینکه شما وقتی اینو میچرخونید باعث میشه که دوباره همون اتصال رو برقرار بشه، پایین چپ با بالا راست، پایین راست با بالا چپ، اینا اینجوری با هم دیگه کانکت میکنن. و خلاصه اینکه چون داخلش اینجوری طراحی شده سیماش، به خاطر همین شما میتونید از هر دو طرف اینو بزنید. اما توانایی دیگه چیه؟ پورت Type-C توانایی داره که شما بتونید حتی به موبایلتون، حتی به موبایلهای اندرویدی هارد اکسترنال وصل کنید. شاید باورتون نشه ولی میتونید به موبایل‌های اندرویدی هارد اکسترنال وصل بکنید، هارد اکسترنالتون رو میچرخونه، به خاطر اینکه USB Type-C، حالا هم USB 2ش هم USB 3ش هم USB 3.1، این سه تا توانایی رو دارن که در واقع ولتاژی رو دارن که میتونن هارد درایو رو، موتورش رو بچرخونن. حالا اگر SSD باشه که هیچی، ولتاژ کمتری میخواد، اما اگر حتی از این هاردای 3.5 اینچی هم که باشه باز ولتاژی رو داره که میتونه اونو بچرخونه و دیتا رو از روش بخونه. از اون گذشته حالا ما موتوری داریم که سنگین تر از هارد معمولی و HDD ها میچرخن که در واقع میشن موتورهای CD رام ها. حتی شما میتونی به USB Type-C، نه روی لپتاپ، حتی روی موبایل بچه ها میتونید CD رام هم وصل بکنید. من اگر بتونم تست اینا رو حتما واسهتون میگیرم و میذارم توی چنل اینستاگرامم که این زیر الان اومده، میتونید برید اونجا قابلیت های USB Type-C رو تستاشو ببینید. بعد خلاصه این که با USB Type-C هم میتونید هارد وصل کنید به موبایلتون، هم میتونید CD رام وصل بکنید، هم میتونید موس و کیبورد وصل بکنید، حتی میتونید یه هاب وصل بکنید با USB Type-C که همه اینها رو با هم به موبایلتون وصل بکنید. این از این. اما یه تفاوتی هم وجود داره، یه پورت دیگه هم دقیقاً همین شکلی وجود داره که بهش میگن تاندربولت. شاید این سوال واسهتون پیش اومده، تاندربولت چیه؟ USB Type-C چیه؟ تاندربولت محصولات کمپانی اپله. از تاندربولت 1 بود، 2 بود و تاندربولت 3 که شکل شبیه USB Type-C شد. اما اون دوتای دیگه هم که الان تصویرش رو دارید، 1 و 2، در واقع پورت هایی هم که حالا مکبوک بازا و اپل بازا این پورت واسه شون آشناه که خب تاندربولت 1 و 2 شبیه هم بودن، منتها شکل ظاهریشون قرینه نبود، یعنی پورت شما از هر طرف نمیتونستید بزنید. اما اپل اومد توی تاندربولت 3 شکل در واقع طراحی پورتش رو شبیه Type-C کرد. اما تفاوت عمده تاندربولت و Type-C در چیه؟ تفاوت عمده Type-C و تاندربولت در ولتاژ خروجیشونه که ولتاژ خروجی تاندربولت بیشتر از Type-C و اینکه
اگر دقت کرده باشید کنار تمام مکبوک های جدید، حتی در واقع مک دسکتاپ ها، پشتشون تو تاندربولت داره. حالا از اون مک دسکتاپ ها بگذاریم که اونا یو اس بی 3 هم دارن، اما مثلا اگر مکبوک رو شما نگاه کنید، به هیچ عنوان الان مکبوک های جدید دیگه پورت دیگه ای غیر از تاندربولت ندارن، هیچ پورتی ندارن، فقط تاندربولت دارن که شما در واقع یه دونه هاب در واقع اتش میکنی به کنار مکبوک، و چون ولتاژ تاندربولت بیشتره شما دیگه نیاز به جریانی در واقع افت ولتاژ نداری و دیگه نیاز نیستش که از طریق یه دونه آداپتور در واقع ولتاژ بهش تزریق بکنی، در حالی که توی تایپ سی به خاطر که اون افت ولتاژ وجود داره این مورد پیش میادش. یه مورد دیگه هم که وجود داره بین تاندربولت و تایپ سی به خاطر اون ولتاژه که توی تاندربولت بیشتره بچه‌ها، اتفاقی که میفته اینه که شما توی تایپ سی 10 گیگابیت پر سکند میتونید انتقال دیتا داشته باشید، تایپ سی 3.1، ولی توی تاندربولت تا 40 گیگ پر سکند میتونید در واقع دیتا ترانسفر بکنید. اما اینکه ولتاژ تاندربولت چقدره، ولتاژ تایپ سی چقدره، الان بهتون میگم. من این کار رو انجام دادم به خاطر اینکه یه فرهنگی هم جا بیفته که وقتی اطلاعاتی در مورد یه چیزی نداریم بریم گوگل کنیم ببینیم که موضوع چیه. الان من متوجه شدم که ولتاژی که در واقع هم یو اس بی تایپ سی داره هم پورت تاندربولت 3 داره، خب جفتشون در واقع 100 وات هن، اما اینو میدونم که چون نه البته فقط به خاطر اون عکس رد و برقی که کنار پورت تاندربولته، اما اینو میدونم که معمولا هاب های تاندربولت نیاز به ولتاژ اضافه ندارن به خاطر که محصولات اپل مثل مکبوک میاد چیکار میکنه، میاد دو تا پورت تاندربولت رو میذاره کنار هم دیگه، خب و از ولتاژ در واقع هر دو تا تاندربولت واسه خروجی دادن به اون هاب استفاده میکنه که الان عکسش رو گذاشتم میتونید ببینید. به خاطر همین هیچ وقت افت ولتاژ وجود نداره، ولی هر جفتشون 15 وات آپ تو 100 وات در واقع میتونن خروجی برق بدن، و خب معمولا توی موبایل و حالا لپتاپ‌های ویندوزی چون یه دونه پورت تاندربولت وجود داره به خاطر همین شما معمولا با یه افت ولتاژی توی هابی که حالا بهش یه هارد زدید، یه سی دی رام زدید، احتمالا مثلا یه دونه از این مموری‌های دوربین رو مثلا بهش وصل کردید و چند تا دستگاه همزمان دارن ازش در واقع ولتاژ میگیرن و جریان داره بهشون میده، به خاطر ممکنه که دوچار یه افت ولتاژی بشه که معمولا اپل میاد این افت ولتاژ رو با دو تا پورت تاندربولت برطرفش میکنه. مرسی این که ویدیو رو تماشا کردید، دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من بودید. ازتون میخوام که اگر کامنتی وجود داره، چیزی در مورد پورت تاندربولت میدونید، پایین همین در واقع ویدیو کامنت بذارید، با دیگران شیر کنیم اطلاعاتمون افزایش پیدا بکنه. و در آخر هم ازتون میخوام که لطفاً ویدیوی من رو لایک بکنید، چنل من رو سابسکرایب بکنید و دمتون گرم.